امشب مهنوش خواننده جوان موسیقی ایران مهمان شباهنگ، هنرمندی که میدونم طرفدارای زیادی در بین شما داره و قطعا شنیدن صحبتاش براتون جذاب و دلنشینه. مهنوش عزیز بهت سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه در شهر آستین ایالت تگزاس با ما همراه هستی. سلام عرض میکنم به شما، همه همکاراتون و همه کسایی که الان دارن تصویر ما رو میبینن، صدای ما رو میشنون. ممنونم از دعوتتون. مهنوش عزیز، پیش از هر چیز کمی درباره خودت صحبت کن. متولد کجا هستی؟ در چه شهری بزرگ شدی؟ در چه رشته‌ای تحصیل کردی؟ و مسائل دیگه‌ای که فکر میکنی دونستن اونها برای بینندگان ما جالبه و به شناخت بهترت کمک میکنه. من تهران بزرگ شدم، تهران به دنیا اومدم، البته اصالت شیرازی دارم. تحصیلاتم هم در رشته آمار ریاضی بوده، فوق لیسانس هم از دانشگاه صنعتی اصفهان گرفتم و الانم خدمت شما. هیچ خواهر یا برادری داری؟ آیا خانوادت علاقه به هنر داشتن؟ چطور شد به طرف موسیقی رفتی؟ شاید اول تنها کسی بودم که علاقمند بودم، ولی خب بله، خواهر و برادرم هم علاقمند هستن و کمابیش فعالیت میکنن تو کار موسیقی، در حال کار هستن در واقع. از چه زمانی تصمیم گرفتی دیگه به صورت جدی وارد این حرفه بشی، خواننده باشی؟ آیا دوره یا کلاس خاصی رو پشت سر گذاشتی؟ خب علاقه که همیشه بود با من از بچگی. بله، یه زمانهایی رو هم میرفتم کلاسایی که برای خانوما بود، اجازه داشتیم، شرکت میکردم برای صداسازی. اما خب تو ایران خب مشکل بود، نمیتونن خانوما بخونن. زمانی که مهاجرت کردم دیدم بهترین فرصته که خودم رو امتحان بکنم، ببینم که آیا میتونم به طور حرفه‌ای وارد این فضا بشم که با آلبوم اولم شروع کردم که همه میدونن. خب به همین مهاجرتت بپردازیم. چرا تصمیم گرفتی از ایران خارج بشی و به آمریکا بیای و چرا رفتی تگزاس؟ چرا اون ایالت رو برای زندگی انتخاب کردی؟ اصلاً ما تصمیمی نداشتیم که از ایران بیایم، ولی خب دیگه برامون پیش اومد. ما لاتاری برنده شدیم و یه دوستی داشتیم، هیچ آشنایی توی آمریکا نداشتیم، یه دوستی داشتیم توی تگزاس بود و تنها کسی بود که میتونست به ما کمک بکنه، راهنماییمون بکنه، که در واقع روزهای اول مهاجرت خیلی بهمون سخت نگذره. و اومدیم دیگه، زندگی رو اینجا شروع کردیم و فعلا هم موندگار شدیم. حال و هوای زندگی در تگزاس چطوره؟ چه تفاوتایی با ایران داره؟ آیا راضی هستی؟ سوالتون یه مقدار راضی که خب اینجا یه خوبیایی داره، مهاجرت یه بدیای خیلی بزرگ هم داره که فکر میکنم همه کسایی که مهاجرت کردن میدونن. ایرانو خیلی بیشتر دوست دارم، زندگی تو ایرانو خیلی بیشتر دوست دارم، ولی خب به هر حال بعضی وقتا هم تو مسیر زندگی پیش میاد که آدم جاهای دیگه ای زندگی بکنه دیگه. برای منم پیش اومده. درباره آلبوم چشمات صحبت کنیم. اولین آلبومیه که ازت منتشر شده. این آلبوم چطور شکل گرفت و با چه کسانی همکاری داشتی؟ حقیقتش وقتی تصمیم گرفتم که کارم رو حرفه‌ای بکنم، دوستانی رو که پیدا کردم، آقای رسولزاده که ترانه‌سرای و آهنگساز آلبوم اول هستن رو، ایشون رو پیدا کردم، ترانه‌هاشون رو دوست داشتم، فضای حسی کارشون رو دوست داشتم، با ایشون ارتباط برقرار کردم و ایشون هم موافقت کردن که با هم همکاری بکنیم. و آقای جمال خدابی رو معرفی کردن که تنظیم کننده آلبوم چشمات بودن و ما همکاریمون رو با هم شروع کردیم تا انتها که به نتیجه رسید، شد آلبوم چشمات. مهنوش، این اولین آلبومیه که منتشر کردی، آیا از نتیجه کار راضی هستی؟ چه تجربه برات بود؟ انتظاراتی که خودت داشتی برآورده شد؟ راستش من موقعی که شروع کردم به کار، این آلبوم رو ضبط می‌کردم، اصلا فکر نمی‌کردم که ممکنه بعداً چه اتفاقی بیافته. فقط فکر می‌کردم که من این کارو چقدر دوست دارم و با عشق داشتم دونه دونه کارهایی رو که ضبط می‌کردیم، واقعاً عشق توی کار می‌ذاشتم، خیلی دوست داشتم. گفتم حتی اگه 5 نفرم اینو دوست داشته باشن، برای من کافیه. که خوشبختانه خیلی همه چیز جور دیگه پیش رفت و خیلی 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 خدا رو شکر میکنم که مردم خیلی دوست داشتن این کار رو و استقبال خیلی خیلی خوبی از این کار شد.
بعد از اینکه این آلبوم منتشر شد چه پیام‌هایی از طرف مردم دریافت کردی؟ به صورت کلی چه بازتاب یا واکنشی داشت؟ چه نکات جالبی برات بود؟ خب خیلی دوست داشتن، خیلی واقعا اگه بخوام بگم که نه برام مهم نبود که دروغ گفتم. خیلی خیلی حس خوبی داشتم وقتی می‌دیدم مردم دوست دارن، تشویقم می‌کنن. و یه چیزی که برام جالب بود که تو همه صحبت‌هاشون بود این بود که همه میگفتن صدای تو به ما آرامش میده و من خیلی احساس خوبی میکردم از اینکه به هر حال اون انرژی رو که صرف این کار کردم داره به نتیجه میرسه و اون اثری رو که دلم میخواد روی مخاطبم گذاشتم. از این بابت خیلی خوشحال بودم. یکی از ترانه های این آلبوم ترانه چشمات هست که اسم آلبوم رو هم به همین صورت انتخاب کردی. یکی از کارهای مطرح بله. چند سال اخیره. این ترانه چطور شکل گرفت؟ چه شناسنامه‌ای داره؟ این هم مثل بقیه کارهای آلبوم چشمات ترانهش رو آقای رسول‌زاده. البته فکر میکنم این کار اون موقع که میخواست من بخونمش میگفتن 5 سال پیش متولد شده، یعنی با این حساب فکر میکنم چیز حدوده 8 سال از عمرش میگذر، از عمر خلقش. این ترانه رو که آقای رسول‌زاده نوشته بودن و ملودی روش گذاشته بودن، آقای خدامی تنظیم کرده بودن، مال 5 سال قبل از این بود که من با این دوستان همکاری داشته باشم. و بعد خب به قول خودشون میگفتن این ترانه انقدر مون تا قسمت تو شد. و زمانی که متولد شد خب خیلی استقبال شد، مردم خیلی دوست داشتن. خودمانم اون کار رو دوست داشتم ولی تو اولویت اولم نبود. هرگز فکر نمی کردم کار چشمات اینقدر از طرف مخاطبین مورد استقبال قرار بگیره. خیلی از هنردوست ها اصلا تو رو با همین ترانه میشناسن، بهت میگن مهنوش چشمات. چه احساسی از این قضیه داری و به این صورت یه ترانه میشه شناسنامه کاری و حرفه‌ای؟ خب برای شروع کار یه اتفاق فوق‌العاده بود برای من، برای کسی که کارشو شروع میکنه دفعه با یه کار شناخته بشه، چون معمولا همه تلاششون اینه که شناخته بشن، مردم کارشون رو گوش بکنن و بعد بخوان دنبال بکنن. این برای من اتفاق خیلی خوبی بود که افتاد. ولی از اون طرف یه بدیایی هم داشت که خب متاسفانه مردم همه فکر میکنن من الان باید هر کاری میکنم بشه چشمات. به هر حال چشمات یه دونه بود، یه اتفاق بود، یه خلق بود، اتفاق افتاد، تمام شد. و من فکر میکنم الان من کارهای دیگه ای رو دارم تولید میکنم. اگر این کاری مثل چشمات یک معادله خاصی داشت یا فرمول خاصی داشت که همه بیان طبق اون پیش برن و نتیجه کار بشه، کاری مثل چشمات که انقدر همه گیر بشه، خب قطعا همه این کار رو میکردن. ولی توی کارهای هنری واقعا هیچ چیزی هیچ معادله و رابطه خاصی نداره، فقط خلقه که اتفاق میفته و گاهی اوقات این خلق تبدیل به یه شاهکار میشه که خب در مورد چشمات شد. حالا ما همچنان داریم تلاشمون رو میکنیم که باز هم بتونیم کار زیبا تا جایی که میشه کار زیبا به گوش مردم برسونیم. مهنوش، در این مدت ترانه های مختلفی ازت منتشر شده، تو سبک های مختلفی هم بوده، یعنی چندان شباهتی به هم نداره. آیا این تنوع کاری دلیل خاصی داره؟ چرا کار و ترانه تو سبک های مختلف رو تجربه میکنی؟ همینطور که خودت گفتی مهنوش جان، دارم تجربه میکنم. من هنوز دوست دارم توی خیلی سبک ها دوست دارم بخونم، هنوز راه دارم برای اینکه برسم به اون دایره‌ای که خودم رو توش قرار بدم، بگم اوکی این الان محدوده‌ایه که من دارم توش کار میکنم. ولی دوست ندارم محدود بشم به یک روش خاص، یک سیستم خاص، یک سبک خاص. دوست دارم همه چیزا امتحان بکنم و بعد از اونا خب ممکنه ببینم یه سبکی یا یه کاری مناسب کار من، مناسب فکر من، مناسب احساس من یا مناسب صدای من نیست، خب قطعا تکرارش نخواهم کرد. ولی همچنان تو مرحله تجربه هستم. تا این لحظه که با هم صحبت میکنیم آیا ترجیح خاصی تو سبک موسیقی داری؟ دلت میخواد بیشتر چه نوع کارها یا چه نوع ترانه هایی رو اجرا کنی؟ در این زمینه هیچ تصمیم خاصی گرفتی؟ من روی خود متن ترانه خیلی حساسیت دارم که به هر حال یک معنی و مفهوم خاصی رو به شنونده منتقل بکنه. خیلی روی این مسئله تاکید دارم و بیشترین علاقه مندی خودم به
در واقع کارهای پاپ در ژانر اسلو است، کارهایی که آرومن غمگینن، حالا به اصطلاح مردم میگن کار غمگین، گرایشم به اون سمته. ولی خب بعضی وقتا پیش میاد که خیلی روحیم برمیگرده، یه مقدار برمیگردم به جوونیام، دوست دارم که کارهای شاد بخونم، ولی خب فکر میکنم به ندرت این اتفاق بیفته. مهرنوش، دلت میخواد چه جایگاهی در عرصه موسیقی داشته باشی؟ یا ساده بگم چه هدفی از خوندن داری؟ دنبال چی هستی؟ حقیقتش وقتی خودم با خودم فکر میکنم، نه من دنبال فتح قله خاصی نیستم، نه توی زندگیم، نه توی فعالیت هنری، نه کاری. تنها چیزی که برام مهمه خوب و درست کار کردنه. تنها چیزی که برام مهمه اینی که چیزی رو به گوش مردم برسونم که ارزش داشته باشه. تنها چیزی که برام مهمه اینی که واقعا تو دل مخاطبم جا داشته باشم. بقیه اتفاقای خوب خواه‌نخواه برای آدم اتفاق خواهد افتاد. درباره سلیقه‌ای که تو انتخاب ترانه و ملودی داری توضیح بده. چقدر در انتخاب کارها تصمیم گیرنده هستی و نظارت میکنی رو تهیه و تولید؟ تا حدود خیلی زیادی نظارت دارم روی ترانه، با همکار خوبم آقای خدامی، جمال خدامی، که دقیقا مثل برادر بزرگ من میمونن. خیلی تنگاتنگ مشاوره داریم، یعنی یه ترانه رو اگر ایشون داشته باشن حتما برای من میفرستن، نظر منو میپرسن، اگر من ترانه ای داشته باشم برای ایشون میفرستم، نظرشون رو میپرسم. روی ملودی که خلق میشه برای من میفرستن، یه جاییشو دوست دارم یه جاییشو ندارم، یعنی لحظه به لحظه با هم پیش میریم. یعنی وقتی یه کار تموم میشه بچه های گروه همه راضی هن. اونجوری نیست که یکی بگه اینجاشو من دوست نداشتم، اونجوری شد، اینجوری نشد. به یک نقطه مشترک میرسیم توی کارمون و این خیلی خیلی برای من امتیازه. در حدی که من اطلاع دارم تو بیشتر با هنرمندای داخل ایران همکاری میکنی، چه تو انتخاب ترانه یا ملودی و تنظیم. در این باره توضیح بده این همکاری چه مزایایی برات داره، چرا ترجیح میدی بیشتر با اونها کار کنی؟ راستش خب کسایی که میشناسم کسایی هستن که در ایران زندگی میکنن. ترانه‌ای از کسایی که میخونم، شاعرایی که میخونم که فوق‌العاده کارهای خوب و قوی تولید میکنن، خب تو ایران زندگی میکنن. آهنگسازا، ما الان تو ایران خیلی خیلی هنرمندای خوب داریم که یه سریشون صداشون شنیده شده، یه سریشون هم صداشون شنیده نشده. یعنی هنوز کسی نمیدونه این ترانه سرا هست که میتونه اینقدر زیبا با واژه‌ها رو به بند احساس بکشه. خیلی ها هستن که هنوز شناخته شده نیستن. من چون میشناسمشون، خیلی ها رو، کارشون رو تعقیب میکنم، ترانه ها، شعراشون، ملودیاشون رو تعقیب میکنم، خب قطعا با اونام کار میکنم. جزو اون دسته از هنرمندایی هستی که تقریبا برای بیشتر ترانه ها موزیک ویدیو میسازی. درباره همین موضوع صحبت کن. چرا این مسئله برات اهمیت داره و چه سلیقه‌ای در تولید کارا داری؟ دلت میخواد به چه صورت ترانه هات به صورت تصویری پیاده بشه؟ راستش هنوز به اون ایدئالم در موزیک ویدیو نرسیدم. خیلی دوست دارم اتفاقای بهتری بیفته. شاید اگه دست خودم هم باشه، خیلی، نه اینکه دیگم دست خودم نیست، یعنی اگر یک محدودیت هایی نباشه، ترجیح میدم که موزیک ویدیو تولید نکنم، کمتر شاید. ولی خب متاسفانه یه محدودیت هایی هست که برای اینکه کارم شنیده بشه باید دیده بشه، باید تصویر روش بشینه و زیاد هم باید باشه. فقط به این دلیله که موزیک ویدیو تولید میکنم، ولی هنوز با اون ایدئالم خیلی فاصله دارم. آیا آلبوم جدیدی در راه؟ هیچ برنامه‌ای برای انتشار آلبوم جدید داری؟ خبری هست برای بیننده ها؟ بله، آلبوم دومم تقریبا تمام ترکاش آماده شده و احتمال میدم که بعد از نوروز این مژده رو میدم که حتما آلبوم جدید رو، که اسمش هم همین الان میتونم بگم، به نام عروسک، میتونن آلبوم جدید رو دریافت کنن. حالا من نمیخوام ازت بپرسم اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشی، به اصطلاح لو بدی، ولی میشه یه مقدار بیشتر توضیح بدی چه حال و هوایی داره؟ طرفدارات باید انتظار شنیدن چه نوع کارایی رو داشته باشن؟
بیشتر کارهای غمگین. دیگه این سبکه که خودت هم میخوای کار کنی، آره؟ درسته، بله. دلیلش رو میشه برام توضیح بدی؟ چرا ترجیح میدی کارات آروم باشه یا به عبارتی غمگین؟ نمیدونم واقعا بگم دلیل خاصی داره یا نه، ولی خیلی دوست دارم. از نظر حسی بیشتر با اینجور کارا درگیر میشم و فکر میکنم بهتر میتونم اجراشون بکنم و شایدم برگرده به اون نمیدونم اون پیش زمینه روحی که شاید بیشتر ماها داشته باشیم یا بیشتر هم نسل اونهایی که با من هم نسل هستن. همیشه یه غم رسوب شده ای توی وجودمون هست، شاید به خاطر اون باشه، نمیدونم. اشاره کردی که این آلبوم عروسک به زودی منتشر میشه. مهرنوش، بازار موسیقی ایرانی وضع چندان خوبی نداره. من با خیلی از هنرمندای ایرانی که صحبت میکنم اشاره میکنن دیگه به فکر زدن آلبوم نیستن، ترجیح میدن سینگل یا تک ترانه منتشر کنن، ولی تو همچنان داری آلبوم میزنی. چرا روی مسئله حساسی و دلت میخواد آلبوم منتشر کنی؟ حقیقتش خیلی همه میدونن، فضای موزیک کار کردن خیلی توش سخته، به خاطر اینکه نابسامانی فوق العاده عجیب و غریبی توش حاکمه. اینه که من اگر آلبوم میخوام تولید بکنم به این خاطر نیست که حسابی کرده باشم روی فروش آلبوم. میدونم که تعداد خیلی کمی این آلبوم رو خواهند خرید. فقط برای شناسنامی کاری خودمه که میخوام آلبوم رو تولید بکنم و الا هیچ درآمدی از این کار مطمئنن برای من نخواهد بود. آیا از نظر مالی تولید آلبوم با این شرایطی که توصیف میکنی دشوار نیست؟ آیا شما اسپانسری داری؟ هزینه ها رو چگونه فراهم میکنی؟ چطور امکان پذیره؟ اسپانسر که ندارم، به قول معروف نون بازو و عرق جبین و کده یمین کار میکنیم، خانواده کمک میکنن و کار تولید میکنیم و امیدواریم که خب به هر حال در آینده به شرایطی برسیم که بتونیم از فعالیت هنری هم به درآمد برسیم، چون که به هر حال ما هم وصل به گنج قارون نیستیم، مثل مردمان دیگه داریم کار میکنیم و این کار تولید میکنیم. امیدوارم یه شرایط بهتری به بازار موزیک حاکم بشه که از این کار هنردوستان جدید و هنرمندان جدیدم بتونن به درآمد برسن و ادامه حیات هنری بدن. مهنو، شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی یا وبسایت‌ها چقدر کمک می‌کنه به هنرمندی مثل تو که بتونه بهتر با طرفداراش در ارتباط باشه؟ آیا این قضیه به پخش بهتر کارات یا ترانه‌هات کمک می‌کنه؟ قطعاً کمک می‌کنه، اما به شرط اینکه حالا من یه زمانی می‌گفتم که من تو دوستام همه نوع دوستی دارم، تازگی ها باید یه دوستی انتخاب کنم که مثلا یه تلویزیون داشته باشه، یه دوستی هم انتخاب کنم که یه وبسایتی داشته باشه که بتونه موزیک پخش بکنه، چون یکم فضا تمیز نیست توی این کار برای پخش کارا و من فکر میکنم که خب تاثیر داره وقتی که به یه کاری تولید میشه، من دور از چشم مردم، جایی که مردم نمیبینن، دارم من و بچه‌هایی که با هم کار میکنیم این همه تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، شب نخوابی میکشیم، سفر برو بیا. خب من یه پسر کوچیکم دارم که تو سفرها با خودم میبرم و میارم. بعد وقتی زمان انتشار کار میرسه میبینین که هزار و یک مشکل وجود داره برای انتشار. برای کسانی که تازه وارد کار میشن مثل من، شاید آشنا و دوست و کسی رو نداشته باشن، یه کمی کار سخته، این یه واقعیته. من همیشه از طرفدارام خواستم، از کسایی که صدای منو گوش میکنن، گفتم شما تنها رسانه من هستین، کمک کنین که این کار گوش شنیده بشه. درسته، خب خیلی داخلی رو نمیتونن این آهنگو بخرن، نمیتونن، امکاناتشو ندارن، اما تنها توقع من این که واقعا کمک کنن که کارایی که تولید میشه شنیده بشه. متاسفانه این مشکلات هست. مهرنوش، در ایران خانوما اجازه خوندن ندارن و محدودیت های زیادی در این زمینه براشون وجود داره. تو در خارج از ایران هستی، میخونی، خواننده جوان هستی، چه نظری درباره مشکلات زنان در ایران داری؟ این مسئله آیا برات اهمیتی داره؟
خب اهمیت که داره، چون من زمانی که ایران کلاس میرفتم و خانمای زیادی تو کلاس ما بودم، من یه خانمی یادم هست که ایشون 60 سالش بود، فوق العاده صدای خوبی داشت و فوق العاده با انرژی میخوند، و یعنی من همش میگفتم چقدر حیفه که این خانم امکانش براش وجود نداره که دیگران صداشو بشنون، و چقدر حیفه که مردم محرومن از شنیدن چنین صداهایی. استعداد بین خانم ایرانی فوق العاده زیاد وجود داره. من خودم شنیدم باهاشون نشست و برخاست کردم. خب پیش اومده بعضیاشون این امکان براشون به وجود اومده که بخونن و صداشون رو منتشر کنن، ولی میدونم که خیلی هاشون هم هستن که این امکانات رو ندارن، که حالا امیدوارم، من شنیدم که داره یه اتفاقای خوبی ممکنه بیفته، نمیدونم، شنیدم یه اتفاقای خوبی برای خانم ها در ایران داره میافته که کم کم وارد فضای خوندن میشن، امیدوارم این اتفاق بیفته. برام جالبه که در خارج از ایران هم ما به نوعی شاهد یه سری محدودیت ها هستیم. حالا من نمیخوام بگم محیط موسیقی ایرانی در خارج مرد سالاره، ولی تعداد خواننده های زن خیلی کمه. به نظر تو دلیلش چیه؟ منظورتون خواننده های زن ایرانیه دیگه، درسته؟ بله، خواننده های زن فارسی زبان. خب به هر حال ما از یه دوره خیلی سخت گذشتیم، رسیدیم به این. یه سری ممکنه یه سری مسائل مربوط به مسائل فرهنگی باشه. هنوز خیلی از خانواده ها فکر میکنن اگر دخترشون، همسرشون یا کسی که بهش علاقه دارن و خانومه بخواد بره و مشغول فعالیت هنری در زمین خوانندگی بشه، ممکنه وای چه اتفاقایی براش بیفته. من فکر میکنم تو هر شغلی ممکنه برای هر آدمی هزار و یک اتفاق بیفته. بحث اخلاق سوای از فعالیت کاری اجتماعیه که یه آدم میکنه، یه چیز کاملا شخصی و فردیه. من فکر میکنم هنوز خانواده ها درگیر این، حتی با اینکه مدرن شدن جور دیگه فکر میکنم، ولی فکر میکنم هنوز ته ذهنشون درگیر اینجور مسائل هستن. و فکر میکنم یه مقدارم نابسامانی بازار موزیک، این که خیلی خانم‌ها دوست دارن، این مشکل هم ندارن، ولی اصلا نمیدونن از کجا باید برن شروع بکنن، با کی صحبت بکنن، از کی بخوان، نقطه صفر رو نمیدونن. یه مقدارم فکر میکنم مسائل مالیه، چون این کار یه کار پرهزینه است، یه کاریه که وقت، انرژی و هزینه زیادی میبره. شاید اینا به خاطر اینهاست که هنوز خانم‌های مقدار با تردید وارد این کار میشن. مهنوش، سوالی رو مطرح میکنم که خیلی ربطی به موسیقی نداره، خودت هر جور که صلاح میدونی بهش جواب بده. مدتیه که شایع شده شما با آقای مسعود اسداللهی، کارگردان و نویسنده ایرانی ساکن لس آنجلس، ازدواج کردی. در این باره توضیحی داری؟ واقعا داستان چیه؟ راستش من فکر میکنم این شایعه از یک عکسی که من با ایشون داشتم منتشر شده، چون من فکر میکنم دو سال پیش یه مصاحبه با یک در واقع گپ و گفتی با آقای اسداللهی داشتیم که این مصاحبه هم پخش شد. مصاحبه که تموم شد، خب با هم عکس گرفتیم، من پسرم هم همراهم بود، ولی بعد نمیدونم چطور سر از شبکه‌های اجتماعی در آورد که مثلا مهنوش با آقای اسداللهی ازدواج کرده و خیلی داستان درست شد. خیلی ها از من سوال کردن، حتی خود آقای اسداللهی با من تماس گرفتن، گفتن که من اقوامم از به من زنگ زدن گفتن چرا به ما نگفتی که تو با مهنوش ازدواج کردی. خودش هم تعجب کرده بود. نه، این شایعه است و حقیقت نداره. در پایان این گفتگو اگه مطلب خاصی هست که میخوای با بیننده ها در میون بذاری، برنامه‌ای هست در هفته آینده که میخوای راجبش توضیح بدی، خوشحال میشیم بشنویم. دوست دارم بگم که من خیلی خیلی شاید بیشتر از اون چه که فکر بکنن دارم زحمت میکشم برای این کار و خیلی بهم سخت میگذره بعضی وقتا، اما تنها چیزی که منو سرپا نگه میداره فقط انرژیه که از طرف اونها میگیرم و یک عشقی همیشه از تک تک کلماتشون، جملاتشون به من، به سمت من میاد که منو به ادامه کار تشویق میکنه و همچنان سرپا نگه میداره. قلبن خیلی دوستشون دارم همه رو و نوید اینو میدم که بعد از نوروز، سال جدید، ما برنامه های جدید و تورهای جدیدی خواهیم داشت برای اجراهای جدید، کنسرت، و با امید خدا یک مقدار فعالتر خواهیم بود دیگه. من هم یه مقدار از پسرم فارغ شدم، چون که یک کمی بزرگتر شده و مشکل اونو ندارم و میتونم بیشتر با مردم باشم.
مهنوش عزیز از شرکت در این گفتگو سپاسگزارم. برات آرزوی موفقیت میکنم در ادامه برنامه ها و پروژه هایی که در پیش داریم. متشکرم از لطف شما، ممنونم از دعوتتون و خدا نگهدار، شبتون بخیر.